روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. انار. التهاب روده را کاهش می دهد و خون را تازه می کند. خاصیت و نشاندادها. انار نسبت به اکثریت میوه های دیگر مقدار بیشتری کربوهیدرات ها را دارد. پروتئین در ترکیب آن به 1% برابر است که برای میوه تر و تازه نشانداد خیلی خوب است. چرب ها در ترکیب انار کمتر از 0.3% را تشکیل می دهند. انار به مقدار بیشتر ویتامین های C, E, B6, B1, B2 و نیاستین داشته بیتامارتین ندارد. از محراب هایی که در ترکیب انار موجودند، اساساً پوتاشیم، میس و آهن از همه بیشترند.
در میان عنصرهای کیمیاوی که در ترکیب انار موجودند، اساساً اینها قابل توجه اند. تنین‌ها به مقدار کم دیده می شوند. آنها اساساً در پوست یا ممبرانه های انار که خلطچه های دانه دار را جدا کرده اند، بیشترند. جوهر لیمو و دیگر اسیدهای ارگانیکی که به انار مزه شیرین با تلخی آویخته می باشند و قسمی به روده ها، یعنی برای برقرار کردن فلوریا باکتریوی انسان تأثیر مثبت دارند. انتاد سنین ها این پیگمنت ها سرختاب یا کبودتاب به گروه فلوانیت ها داخل می شوند که به عضوهای هاضمه همچون ماده های انتسپیکی و ضد التهابی تأثیر می کنند. این ماده ها همچون انتی اکسیجن های قوی و مواد پیشابرانی روند پیشروی و گرفتار شوی به بیماری های سرطان را کاهش می دهند. پلترین این ماده الکلی در پوست ریشه های درخت انار موجود است و مواد بسیار خوبی برای از بین بردن سرگیجه به حساب می رود. تمام مواد ذکر شده به انار چنین خاصیت ها را می دهند. نرم کنی، ضد التهابی، بیهوشی. اگر ممبرانه های داخلی همچون غذا استفاده کرده شود. استفاده انار مخصوصاً در حالت‌های زیرین توصیه داده می‌شوند. بیماری‌های روده انار به سبب خاصیت‌های نرم‌کنی هاضمه در حالت‌هایی که انسان به سبب گسترونتریت‌ها یا کولایتس گرفتاری دایره سرایت می‌شوند، بسیار مفید است. آن هنگام گرفتاری با میتاریزم و کلاتیز هم فایده‌مند است. هنگام تبابت کولایتیز، کهنه شدن زخم و کلاتیس آماسی تازه با استفاده از انار نتایج به دست آمده بودند که متخصصان به حیرت آمده بودند. پیوندهای معده انار با خاصیت خشک‌کننده خود حاصل شوی زیادی شیره معده را کاهش می دهند و التهاب معده را برطرف می سازند. کمخونی به سبب نارسایی آهن انار در ترکیب خود مقدار زیادی میکرو عنصرهای میس را دارند که جهش آهن را بهتر میکند. تسلوب شراین انار با سبب داشتن مقدار زیادی فلاوانیدها و ویتامین های انتی اکسیدی ای و سی که روند پیشروی رگ ها را سست میکند، هنگام پایین بودن فشار خون توصیه داده میشود. آن همچنین برای برطرف کردن سکته قلب و هم گونه بیماری های وابسته به قلب بسیار مفید است. گیپرتانیا برای کسانی که از بیماری گیپرتانیا عذاب می کشند، انار با سبب پتاسیم بسیار داشته و برعکس میتری نداشتنش بسیار میوه‌ای مفید است. آن امکان پذیر است که هم نشان دهنده بلندی و هم پستی فشار خون در معیار نگاه داشته می شوند. ویران شوی مبادله ماده ها انار به سبب خاصیت گرفتاری به درد پا، زیادی اسید اوره یعنی ماده پیشاب و چاقی بسیار ماده ارزشمند است. انار بهترین مواد خشک کننده، نرم کننده و ضد التهابی برای روده ها می باشند. دانه های سختی که پس از جویدن انار در دهان باقی می ماند، باید آنها را نخورید، زیرا همه ایشان بسیار ثقیل است. آماده نمودن و طرز استفاده بری 1. به شکل تازه انار اساساً پس از چیده شدنش به مدت طولانی در حالت خوب باقی نمی ماند. پس از چیدن انار از درخت آن خاصیت‌های فایده‌مند آن خیلی کم از بین می رود. انار را اساساً در جاهای خشک و سرد تا 6 ماه نگاه می دارند. اگر به خاصیت گیجه غلطانی انار احتیاج نباشد، پس ممبرانه های داخلی آن را که دانه هایش را جدا کرده اند پرتلفات بهتر است، زیرا سبب مزه تلخ انار محض آنها می باشند. 2. جوس انار
جوس انار بسیار لذیذ و تراوت بخش است و آن را توسط دستگاه های مخصوص یعنی جوسر می گیرند. 3. گرینادین این نوشابه ها را جوشاندن جوس های انار با علاوه شکر حاصل می کنند. این نوشابه ها را در طول ماه ها نگاه داشته می شود. آن را برای نوشیدن یا برای ریختن به خوردنی های مختلف استفاده برده می توانیم. ثروت واقعی سلامتی است. نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. آغازی من از پرگی رها می‌یابم. آشنایی با لطیفه دختری که بعد به او کمک می‌رساند. به تمرین شروع می‌کند. 23 می 2000 یک شنبه. صبح بخیر دفتر عزیزی من. تصور میکنی من کامیاب شدم. قدم نخستم را پیش از پیش من گذاشته بودم. دیروز بعد از ملاقات بخشیده به سفر فرانسه، وقتی که همه رفتن، یک دختر به نزد من آمد. او کوشش میکرد که برای خود یک برنامه ورزشی درست کند. من بدون فکر راضی شدم. زیرا برای من نام نویسی در تالار ورزشی یا فیتنس یک خوشنودی بود. سحر من با لطیفه در باغ روبرو شدیم. بله، نام او لطیفه است. معلوم می شود که خانواده لطیفه مدتی درازی شده که در آرژانتین زندگی می کند. در آن جایی که طرز زندگی سالم عادتی همیشگی آنهاست. هنگامی صحبت با او بسیار چیزهای عجیبی را فهمیدم. غیر از آن لطیفه مرا راه بلد نمود که با کمال میل با من کمک می کند تا وزنم را کم کنم. اکنون من باید در هفته 4 بار به ورزشگاه بروم. من بسیار چیزها را فهمیدم. مثلا این را.
جسم انسان برای حرکت کردن آفریده شده. انسان از بسیار کار کردن خود را بد احساس می کند. برعکس، بسیاری از تحقیقات ها نشان داده است از طرز زندگی کم فعالیت حالت بدنی تنزل می کند. لطیفه خیلی خوب است. اول آهسته تمرین را شروع کنم تا چند هفته دیگر جسم خودم را کاملا آماده می سازم. این گونه فاصله برای جراحت نبرداشتن عضلات و کار معتدل دل ضرور است. من خیلی مدتی درازی بود که به ورزش علاقه نداشتم. برای همین باید از پیاده روی، شنا، بایسکل سواری شروع کنم. آغاز از بازی های مشکل مثل بازی تنیس توصیه داده نمی شود. من پیاده روی را انتخاب کردم. یاد دارم که پدر بزرگم می گفت که همه ما دارای دو طبیبیم، پای راست و پای چپ. چرا من به وقتش به حرف پدر بزرگم اهمیت ندادم؟ خیر، حالا هم وقت است. اکنون هر سحر 15 یا 20 دقیقه قدم می زنم و کوشش می کنم تا حدی پیاده روی کنم. با لطیفه یک چند تمرین را انتخاب کردیم راحت که من آنها را بعد از تمرین همیشگی آهسته آهسته امتحان می کنم. کوشش دارم که فعالیت‌های جسمانی برای برقرار نمودن وزنم و داشتن یک اندام زیبا کمک می‌کند. مهم منظم کار کردن است. من باید بسیار کوشش کنم تا که اینها را عادت خود بسازم و آنگاه به معنی زندگیم تبدیل می‌یابند. هیچ وقت تصور نکرده بودم که یک ساعت ورزش منظم 2 ساعت عمر را زیاد می کند. علاوه بر این کمک می کند تا اندام زیبا، پوست نرم، صورت زیبا داشته باشیم. این چنین خستگی را رفع نموده، شدت عصب را پست ساخته، احتمال افسردگی و استرس را دور می سازد و بدن را از بسیار بیماری ها سالم نگاه می دارد. همه‌اش حقیقت است. این 30 یا 40 دقیقه برای من بهترین وقت در دوام روز است. باور دارم که زندگی ام را تغییر می‌دهد. گرچند من کمی تنبلم، گرچند در اول کمی دشواری است و بعد از تمرین خودم را خسته احساس می‌کنم. ولی این خستگی خیلی برایم خوشایند است. سحرها از خواب خستن آسان شد. صبح را دوست داشتم. حتی صبح دوشنبه را. در هوای صبح تنفس کردن را دوست دارم و برایم لذت بخش است. تماشای صبح لذت بخش است. زیر نظر گرفتن که چطور اتاق دیگرگون می شود. در چهره خود احساس کردن نورهای صبح دم آفتاب که از میان برگهای درختان نمایان می شود. ناگفته نماند بالیده خاطر گشتم. حتی احمد هم این را پی برد. زندگی زیباست. اکنون با این کلمه ها هم نظرم. همین طور ادامه می دهم. در میان همه عادت های سلامتی، تمرین های عادی بدن موقع مخصوص دارند. آنها برای اشخاصی که دارای سن و سال های مختلف اند در دسترس می باشند. تجهیزات مخصوص و خرج مالی طلب نمی کند. و همساله طرز زندگی سالم جای نمایان را اشغال می کند. به ورزش مشغول شده تو نه تنها خود را در تمایل نگاه می داری، بلکه تو می توانی زیباتر، موفقتر و سالمتر زندگی کنی.
گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی بر شما شنونده عزیز، با عرض سلام شما را به برنامه‌های جالب و جذاب شادباش می‌گوییم. اینجا ما می‌توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت‌ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه‌های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می‌نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. موضوع صحبت ما هدیه بزرگ و حیرت انگیز از کتابی وحی می باشد. از برنامه گذشته ما دانستیم که چگونه دانیال خواب دیده پادشاه را در رویای شب بیان نمود. امروز باشد ما تعبیر این خواب را با هم میشنویم و میبینیم که چگونه حق تعالی توسط این خواب رازهای نهانی را به آدمان آشکار کرده است. تو ای پادشاه، شهنشاهی هستی که خدای آسمان به تو سلطنت، قدرت، توانایی و جلال بخشیده است. آن سر طلایی تو هستی. سر طلایی این رمز بابل و سلطنت نبوکدنصر است. سلطنت نبوکدنصر از 539 تا 655 پیش از میلاد حکمرانی جهان آن زمان بود. نبوکدنصر یکی از امپراتور افسانوی را در جهان بنیاد نموده بود. سلطنت او با طلا زیب و زینت گرفته بود. بابل یکی از ثروتمندترین سلطنت آن دوره به شمار می رفت. باغهای سرسبز با داشتن میوه‌های فراوان و از جمله باغهای آویزان که یکی از معجزه‌های عالم به شمار می رفت آن را جالب‌تر کرده بود. شهر بابل 16 کیلومتر بود و روم 9.6 کیلومتر و به علاوه اینها افینک 6.4 کیلومتر مساحت داشت تشکیل می‌داد. معبد مردوک 91 متر بلندی داشت. از بیرون سنگ‌های دیوارهایش با رنگ‌های نیلگون پوشیده بود و درونش از طلای خالص ساخته شده بود. تنها برای رنگباری این معبد نبوکدنصر 18 تن طلا صرف کرده بود. اکنون می‌دانیم برای چی خداوند در صفات بابل رمز طلا را بیان کرده است. سردار خدایان بابل بلمردوک در معبد محتشم زرین می نشست. تمام اسباب های این معبد از تخت آغاز شده تا قندیل ها و قربانگاه زرکاری شده بودند. تنها برای منبر و تخت آن 8 تن طلا صرف گردیده بود. تعجب آور نیست که خداوند به نبوکدنصر گفته بود سر طلایی هستی.
در زمان حکمرانی نبوکدنصر، امپراتور بابل شهرت و شهامت بزرگ داشت. رمزی سلطنتی او را خداوند به طلا شباهت می داد. سر طلایی هیکل این امپراتوری بابل بود. این نبوت دانیال ادامه دارد. دانیال باب 2 آیه 32 سینه و بازوهایش از نقره. ماد و فارس ها بابلیان را سرنگون کردند. بعد خواندنی دانیال باب 2 آیه 39 معلوم می گردد که سینه و بازوان رمز کدام سلطنت می باشد. پس از تو سلطنت دیگری برمی خیزد. تاریخ شاهد خواهد بود که چگونه این حادثه رخ می دهد. در باب 5 کتاب دانیال چنین آمده. پادشاه بلشسر که نواسه نبوکدنصر بود برای 1000 نفر درباریانش بزمی برپا کرد. شراب مثل دریا جاری بود. صدای موسیقی بلند می برآمد. اشراف زادگان بابل با زنان آراسته کچپهلو نشسته عیش و نوش می کردند. جوش خروشی بزمی بدخلاقانه بلشسر را خداوند ویران کرد. ادامه این موضوع به نهایت مهم و جالب است که در برنامه آینده خواهید شنید. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.